امسال تعطیلات نوروزی در حالی آغاز شد که دولت محدودیت های کرونایی را کم کرده بود و سیر و سفر با قید چند شرط احتیاطی و واکسینه بودن صاحبان خودرو برای همگان و به همه نقاط ایران آزاد بود. به این ترتیب از چند روز پیش از نوروز جاده ها شلوغ و مملو از مسافر شد. بنابر آمار مرکز مدیریت راههای کشور در فاصله 25 اسفند تا پنجم فروردین ماه به طور متوسط روزانه بیش از دو میلیون وسیله نقلیه در محورهای مواصلاتی مختلف کشور تردد کردند. مجموع ترددهای بین استانی در این نهروز روز به حدود 18 میلیون دستگاه وسیله نقلیه مختلف رسید که 95 درصد آنها خودروهای شخصی مردم بودند. به این ترتیب حجم سفرهای نوروزی در قیاس با مدت مشابه در نوروز سال گذشته 44 درصد و در مقایسه با نوروز 99 174 درصد افزایش داشته است. آمار مرکز مدیریت راههای کشور بر اساس پلاک های ثبت شده خود راه های مسافران نشان می دهد که استانهای تهران و البرز با حدود دو میلیون و هزار پلاک رتبه نخست مبدع مسافرت های نوروزی را به دست آوردند. بنابراین می شود حد زد که رتبه نخست مقصد این مسافران کدام ها اصانها بودند. های گیلان و مازندران با ثبت بیشترین آمار انباشت خودروها رتبه نخست میزبانی سفرهای نوروزی را به دست آوردند. می اومدیم ترافیک بود، ماشین هست هم دیگه سبقت می گیرن، سرعت میان. رایت نمی کنن کلا ما خیلی تو ترافیک موندیم تا حالا قش شمار شلوغ نبوده این, شروع نبود. این سال خیلی باشکوه با عظمت عید نوروز شمال خیلی شلوغه این ازدهام از جمعیت و این ازدهام ترافیک رو نشده بودم شمال اومده بودم خواهش شیرم که انسانلردن دیشونسون نر ایش و ترافیشتن لذت اپرا شمال امسال بیش از حد شلوغه یعنی همه مردم همین که اعلان کردن تعطیلات اومدن به طرف شمال پنجم فروردین مدیر کل راهداری و حمل و نقل جاده مازندران اعلام کرد که از ابتدای طرح نوروزی در 25 اسفند تا چهارم فروردین حدود 16 میلیون تردد در جاده های این استان ثبت شده و آمار ثبت شده ترددها از 6 محور ورودی استان بیش از 42 درصد افزایش تردد نسبت به سال گذشته را نشان میداد. بر اساس اعلام سرپرست میراث فرهنگی استان مازندران تا روز هشتم فروردین بیش از 8 میلیون مسافر نوروزی در این استان اقامت داشتند با این حال بعد از ترافیک جاده ای بزرگترین مشکل مسافران نوروزی استانهای شمالی محل اسکان و اقامت بود الان واقعا اسکان هم پیدا نکردیم یعنی میخوایم برگردیم توی این همه شلوغی و تو ذوقمون خورد کنار دریا شهرهای شمال کلا همش شلوغه اسکان پیدا نکردیم پیدا که همینجوری موندیم تا ببینیم چی میشه خیلی ترافیک بود زور اومدیم رسیدیم تازه الان شمال رسیدیم ماشاءالله شمال هم ده خیلی شلوغه جمعیت زیادی داره جا پیدا نکردیم حالا میگردیم ببینیم جا هتلینا هم پیدا میکنیم یا خونمونه پیدا میکنیم اقامت نامناسب و ناایمن به قیمت جان بعضی از مسافرها هم تمام شد. سوم فروردین ماه سخنگوی سازمان اورژانس ایران از مسمومیت 495 نفر در کشور به دلیل مسمومیت با گاز دی اکسید کربن در چادرهای مسافرتی خبر داد. از این میان 17 نفر جان خود را از دست دادند. ششم فروردین ماه قائم مقام ستاد سفرهای نوروزی استان مازندران از دستور استاندار به ممنوعیت اقامت در چادرهای مسافرتی خبر داد. به این ترتیب باز هم به جای ایجاد ساز و کار مناسب برای اسکان ایمن مسافران راهکار مقامات حذف صورت مسئله بود. آن هم در شرایطی که با حجوم مسافران بیشتر در نیمه دوم تعطیلات نوروزی پیدا کردن اقامتگاه در استانهای شمالی دشوارتر شد. رسانه های داخلی ایران از چهار برابر شدن ناگهانی نرخی برخی اقامتگاه ها در استانهای شمالی خبر دادند. شمال یه منطقه گردشگریه یه جوریه که برای ما واقعا فوقلاد منظرش دریا هر چیزی که فکر کنید و توی شمال من خلاصه کردم به خاطر همین که خیلی شمال میاین. انسان ها جایل مسافریت ها خاطر چی جسین چیف نه استراحت هلسین نه نه چی استرس سرسین رادیو فردا